نیلوفر، گفته شده که متن توافق نهایی هست، اما از یک طرف دیگه بستن سایت های مشکوک در پرونده از طرف ایران مطرح شده. آیا این موضوع این بار میتونه مذاکرات رو به بنبست بکشونه؟ این چیزیه که حداقل خیلی از دیپلمات‌ها و خبرنگاران در وین گفتن و وال استریت جورنال هم در گزارش دیروزش به این موضوع اشاره کرده، به صحبت‌های انریکه مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا که گفته توافق میتونه تو چند ساعت آینده به نتیجه برسه اشاره کردن و اینکه بسیار نزدیکن برای رسیدن به توافق. ولی موضوع اینه که آیا ایران این توافق رو در نهایت میپذیره یا نه، با توجه به اون که با توجه به اینکه منابع غربی به وال استریت جورنال گفتن که ایران توی این روزهای گذشته که داره در وین مذاکره میکنه اصرارش برای بسته شدن پرونده اختلافات با آژانس رو بیشتر کرده و در واقع میگه اول این پرونده باید بسته بشه و بعد توافق صورت بگیره، یعنی این دو موضوع رو داره به هم گره میزنه. اگر روی این خواست اصرار بکنه احتمال اینکه مذاکرات یک بار دیگه به بنبست کشیده بشه وجود داره و میدونیم با توجه به اینکه جلسه شورای حکام هم در پیش به زودی معمولا ایران سعی میکنه این گفتگوها رو کش بده تا طول بکشه تا حداقل از یک قطعنامه دیگه، صدور قطعنامه علیه ایران توی شورای حکام جلوگیری بکنه و روی این هم حساب میکنه که خب کشورهای اروپایی و آمریکا به دنبال اینن که در هر شرایطی این توافق رو به سرانجام برسونن، براشون بسیار مهمه چون همچنان جایگزین دیگه ای ندارن. ولی از اون طرف کار آژانس هم مستقله و اینکه اونها بخوان دخالت بکنن و پرونده رو بگن به این شکل بسته بشه شاید یک مقدار در واقع آژانس رو زیر سوال ببره. هرچند که چنین اتفاقی میدونیم قبلا در سال 2015 افتاده، شرایط کمی فرق میکنه، اون زمان انقدر اسناد و مدارک در مورد فعالیت‌های گذشته ایران وجود نداشت. وزیر خارجه ایران هم گفته که موضوع آژانس یک موضوع انحرافی و غیر سازنده هست. کمی بیشتر هم در این رابطه برامون توضیح میده که الان پرونده اصلا در چه مرحله ایه؟ حدوداً 3 ساله که ایران و آژانس درگیر این پرونده سایت‌های اعلام نشده ایران در گذشته و رد اورانیوم و فعالیت‌های انسانی در این سایت‌ها. ایران قبول کرد که با آژانس در یک مرحله همکاری بکنه، حتی بازرسان از این سایت‌ها بازدید کردند و در اونجا تحقیقاتی رو انجام دادن. تقریباً تمام صحبت‌های ایران هی به مرور تکذیب شد. مثلا ایران ابتدا میگفت این صحبت‌ها در مورد اینکه اینجا فعالیت هسته‌ای شده در ترقوزآباد، ورامین و همینطور مریوان، اینها بر اساس ادعاهای جعلیه، ولی آژانس رد مواد هسته‌ای در اونجا پیدا کرد. و بعد ایران در ماه مارس قبول کرد که به سوالات آژانس در مورد این سایت‌ها پاسخ بده، ولی سوالاتی که جواب‌های ایران در واقع برای آژانس قانع کننده نبود و این پرونده به این شکل باقی مونده. اگر ایران بخواد جواب بده به این سوال‌ها، اگر جواب‌ها در راستای فعالیت‌های گذشته‌اش باشه و اون‌ها رو تایید کنه، شاید دیگه به این راحتی بعد نتونه بگه که هیچ وقت به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده و به همین دلیل در یک وضعیتی قرار گرفته که نمیخواد تایید بکنه، نه همکاری‌ها رو ادامه بده. و از طرف دیگه ایران هم به این توافق، یعنی احیای برجام، میشه گفت از نظر اقتصادی احتیاج داره. متشکرم. نیلوفر پور ابراهیم از پاریس همراهمون بودیم.